بله دیگه، مثلا اونجا ما وقتی اولا یه خودم خواستیم اتمسفر رو نشون بدیم، دوباره ما خواستیم یه خود آیرونی کنیم این سرنامه رو، هم تو قسمت اول تلفن هم تو قسمت آخر که تنیس بازا دارن بازی میکنم. این ضمن اینکه بعضی از آدم ها تو این کار فیلم سازی به اعتقاد من بیشتر از اون که، یعنی من از نگاه من بیشتر از این که توانایی شما در استفاده از ابزارها باشه و آموختهاتون تجربه است. یعنی شما ممکنه یه چیزی رو در لحظه به عنوان تجربه خودتون به دیگران عرضه کنید که خیلی موفق شه، ممکنه واسه اصلا موفق نشه، ولی شما باید با خودتون راست بشید. اگه فکر میکنید یه چیزی الان باید اینجوری دیده شه، باید پاش ایستاد. ما وقتی بزرگی رو آوردیم تو اتاقش، بزرگی مدام با این تلویزیون خودش ارتباط داشت. بعد من اونجا به ذهنم رسید من باید یه سری نمای تلویزیون رو بگیرم بدون اینکه این رابطه رو کسی داره، حتما به عنوان نمای کوتاه اینسرتی بزنم وسط لحظات این، و اینا حتما یه معانی پیدا میکنه که ممکنه بعضی‌ها فقط بهش برسن، ولی کافی اون برای همین گرفته شد. اونا دقیقاً همون لحظاتیه که ما داریم با یه دوربین از بزرگ میر فیلم میگیریم، با یه دوربین دیگه داریم تلویزیون میگیریم. نه خط کلی داستان داشتیم، دوتا بازیگر داشتیم، یعنی سه تا بازیگر داشتیم، یکیشو کامل درآوردیم از فیلم. در واقع سه تا دختر سر راه این قرار میگیرن، ما دو تاشو حفظ کردیم، یکیشو کامل درآوردیم. بله، در واقع قرار بود اونجا اشاره به سه تا دختر باشه، منتها بعدا دیگه نمیشد اینا رو درست کرد دیگه. ما اون وقت توی در واقع اون دوتا دختره که سرش قرار گرفتن، دیالوگا رو به صورت کلی با اونا من مطرح میکردم و بهشون گفتم شما قرار راجع به این چیز رو صحبت کنیم و اینجوری صحبت کنیم و اینجوری بپیچونینش، چون ما به این جوابا احتیاج داریم. بعد دیگه ما مثلا دو ساعت که همجوری میرفتیم اینا هی بهش میزدن و ازش میگرفتن و من هر جا لازم بود وارد میشدم. در واقع تکنیک کار ما این بود. ولی جالبه اینو بهتون میگم که اصلا متوجه نشد ما اینا بازیگرن که آوردیم، چون من میخواستم خیلی همه چی طبیعی پیش بره. ما اینا رو تو خیابون در واقع کاشته بودیم و من یهو بهش گفتم اینو سوار کن، بعد گفت حالا اینو بذار نه اون یکی، من گفتم اینو سوار کن. بعد حالا اونم در پاشت از جوره بچه ها رو یکی از دوستان آقای کامران جست میشناسه این بازیگر رو، چون با این دوستان خواهر کرده. بعد اونا هم داره خوده یه جایی تحجیب میکنن، یه جایی که از اینا که ما متاسفانه مجموع شد اپیزودش رو در این خانم الهام شهبانی، اول که نشست تو ماشین با این یه جوری حرف زد و من بهش گفتم شما بس اول به دوربین اعتراض کنید، نسبت به دوربین واکنش نشون بدین، به دلیل اینکه ما نباید در واقع بذاریم این بفهمه که شما ها راحتین با دوربین. به همین دلیل اولی که اصلا انقدر قشنگ داشت از ماشین پیاده میشد میرفت که من خودم ترسیدم، یعنی نگاه کردم که کجا داری میری، در آواز کرد بود بره. بعد این خود بزرگمهر صداش کرد اومد نشست و من بعدم شده آقا فوق‌العاده بود کاره. و اینا همه تو فیلم هست، مطمئن متاسفات ما در یکم خواستیم فیلم رو کوتاه کنیم، هم احساس کنیم انسجام داستان رو از بین میبره، اون کامل در بوده که بازی خیلی خوبی اونجا خانم شبانی کرده. تو قسمت سوم متأسفانه خراب شد، چون ندیدید ما به این گفتیم که ما قرار خانم نیکی کریمی رو دعوت کنیم که یه اپیزود ایشون بازی کنه. برای ما اون روزی که خانم نیکی کریمی رو ببینیم تو یه خود رفتارات و خداوکیلی رعایت کنه، اینا ما اینو ستاپ کردیم، گفت نه فلان خیلی عالیه و برای همین اون روز طرز تمیز اگه ببینید صورتش رو زده و فلان اینا. ما به این بازیگر صحبت کردیم، گفتیم شما میشینید جا میخوره از اینکه نیکی کریم نیست، بنابراین دپرس میشه. بعد تو این فضا باهاش راجع به این چیزا صحبت کنه، این آمد نشست، این اصلا درست برعکس گفت سلام خانم نیکی کریم، اصلا این بودم با چادر و اینا، ما اینا آورده بودیم. بعد من اون به من یه نگاهی که من بشه نگاه، چون من دوربین جلو رو داشتم دوربین عقب رو داشت، به من نگاه کرد که من چیکار کنم. من با چشم ابرو بهش گفتم شما نیکی کریمی دیگه. بعد با خودم فکر کردم ببینم چجوری بیننده بگیم که این یه سوپر استار به این راحتی اشتباه میکنه. گفتم بزن فقط، بعد بهش گفتم اینو درست نگاه کن، بعد گفتم این نیکل کریمی، گفت چرا نباشه. بعد که تموم شد ما یه بار ایشون دعوت کردیم بردیم تئاتر، خانم نرگس امینی تو تئاتر بازی میکرد، یه همونجور که داشت نگاه میکرد گفتش که
این نیکیه کریمه نیست. گفتم که حالا سر کن. بعد به اون میترا و الهام گفته بودم بیام بشنن کنارش. اونا منم نشستم کنارش. میگه نگاه کردید اونایی که با من مسافر سوار کرده بوده الان کنارش هم یکی جا خورد. بعد من بهش گفتم ما بعضی از این کاری که با تو کردیم اینا همه ستاپ های ما بود. اینا بازیگر تئاتر هم اونم اون خانم هم تموشه میاد الان میگه شام اینا. این تازه اونجا فهمید رو دست برد. ولی دو سه ماه بعد که ما تو فکر این بودیم یه بک استیج بسازیم یا یه مثلا اینکه چجوری این فیلم ساخته شده، این به من گفت من از اول میدونستم نیکه کریمی نیست ولی احساس کردم تو میخوای من باور کنم این نیکه کریمی، بنابراین من تمام بازی کردم. من حرفشو باور نکردم ولی گاهی موقع برای خودم سوال دارم میبینم به خودم هی دارم تلاش میکنم بگم اینجا رو بازی کرده، اینجا رو باور کرده. از من اگه الان بپرسیم قضاوتم اینه که این فکر میکرد نیکه کریمیه، چون من بعدم بهش گفتم که عجیب نبود برای نیکی کریمی با چادر اومد. گفت اولش جا خوردم ولی بعد فکر کردم این اصلا چادریه، به خاطر سینما چادرشو برمید. بله درسته. ببینید شما اگه بخواید ایراده منطقی بگیرید زیاد میشه از این ایرادش بگیرید، ولی من مثلا اگه بخوام پاسخ این رو به شما بدم اینجوریه که نه، ما گاهی اوقات تو تهران به یه تاکسی میگیم دربست، بعد طرف سوار میکنه میگه من این دو نفر رو تا سر کوچه میبرم پیاده میکنم. نه ولی من واقعا خودم برام پیش اومده که طرف میگه شما سوار شو ولی من مثلا تو میدون صنعت اینا رو پیاده میکنم بعد میرم تا نارمک با شما. همون دیگه، همون. ببینید ما نمیتونیم در واقع ولی ببینید شما در واقع قضیه دراماتیک نگاه کنید دیگه. ما بس بدون اینکه ماها دیدشیم، یعنی کامرامن و دستیارش، یه جریان سوار شدن مسافر تو ماشین و رابطه این با مسافر رو تصویر کنید، یا بعد کاملا اینو فیکشن بسازید که اصلا این دیالوگا توش در نمیاد، یا باید یه جایی خودمون رو به در واقع حماقت بزنیم که ما ربط منطقی رو ندیدیم دیگه. میدونید سینماست دیگه، شما میخواید داست عوامل باید باشن تو صحنه فیلم بگیرن و ضمن شما باید به بیننده بگیم عوامل حضور ندارن، هرچی میبینید شما عین جریان واقعی زنید. حتی فیلمایی که 100 نفر سر صحنه، آخرش صحنه‌ای که ساخته میشه شما فکر میکنید که مثلا آل پاچینو همون آدمیه که تو اون باند مافیایی انتظار دارید، فکر نمیکنید هنرپیشه است. چون قرار شما یعنی یه رابطه قراردادی دارید که میپذیرید اینا دارن برای شما نقش بازی میکنن. اونجایی که شما گفتید آقای کیارستمی اینه دیگه، آقای کیارستمی در واقع این دنبال این جنس از سینما بود که ما هر چه نقش عوامل رو توش کاهش بدیم و به نابازیگرها اجازه بدیم بازی واقعی خودشون که بازی روزانه زندگیشون رو به نمایش بذارن، بیننده از فیلم بیشتر خوشش میاد، بیننده نخبه حداقل، و بعد به فیلم بیشتر فکر میکنه. اتفاقی که میفته اینه. میگم کاملا تصادفی بود ولی واقعا من گاهی موقع فکر میکنم تو آره، یعنی میخوام بگم یه به نظر من اتفاقی باید ما تو زندگی همه ماها میفته که اگه بهش یه لحظه دقت کنیم از توش یه دستاورده عجیب در میاد. من ماشین داشتم، ماشین سوار خودم هم در واقع همیشه با ماشین میرم میبرم، بعد شب تو خونه بودم حوصله‌ام سر رفته بود از تنهایی، بعد برقا رفته بود، با خودم فکر کردم از خونه بزنم بیرون هوا عوض کنم، بعد فکر کردم ما ماشین نرم پیاده برم. اومدم سر کوچه که پیاده برم، بعد باز با خودم فکر کردم که حوصله ندارم پیاده برم، گفتم یه مسیر رو تاکسی میرم، برگشتن رو پیاده میرم. همینجا اولین ماشین که رسید دست بلند کردم بزرگه. دیگه شما اون تصادف رو ببینید از توش اون فیلم در میاد، یعنی اینقدر غیر ارادی و تصادفی که من بعد وقتی برگشتم با خودم فکر کردم من چجوری بزرگ میاد رو دیدم اینا از توش در من. حالا من فکر میکنم یه اتفاق نانوشته هم تنهان تو زندگی ما ها میفته که وقتی بعد آدم نگاه میکنه فکر میکنه انگار اینا مدیریت میشده ولی ما نمیدونیم کی و چجوری. هر شکل ما اسمشو میذاریم بازی سرنوشت و طنز روزگار دیگه.
بزرگ من خیلی یادش گفته بودن راجبش فیلم بسازم. وقتی من بهش این پیشنهاد دادم گفت برو بابا روزی 10 نفر میخوان از من فیلم بسازن تو ایران. و راست گفت. واقعا همینطور خیلی بود. تنها تفاوتی که من داشتم با بقیه این بود که من گفتم میخوام راجب فیلم بسازم ساختم. ولی شاید یه نفر زودتر اینو نشون بده. من حتی اون قسمت اول که در واقع پروموشنال بود ساخته بودم برای اینکه به خود عارف نشون بدم و بعد بگم ما میتونیم همچین پروژه‌ای رو کار کنیم که تو من نطفش به همین تورنتو زده شد تو 2001 شهر من به عارفم که در واقع نشون دادم فیلمو که مثلا عارف دید که چیز کنه اونم در واقع همینجور تعجب کرده بود که این اصلا من هوادار زیاد داشتم ولی این چیه؟ و بعد باورش نمیشد گفت حتما اینو باید بیاری گفتم میارمش ولی دیگه با دستورالعمل من میارم یعنی کاملا تصادفی بود.